ببینید مرحوم صدوق تو اعتقاداتش احادیث طبی رو مطرح میکنه میگه آیا این احادیث درسته یا درست نیست و خب این احادیث طبی که همین الان که من و شما اینجا نشستیم بعد از قرآن و مفاتی مهمترین کتابی که مسلمان ها چاپ میکنن حالا مفاتی که مال ما شیعه هاست یعنی طب اصلا طب قدیم اسمش رو گذاشتن طب قدیم که یه مش اخباره که اصلا نمیدونیم اینا درسته یا درست نیست بازار بسیار خوبی است برای ناشرا و مردم هم اینا رو میخونن کسی هم نمیدونه اینا درسته یا نه حالا الان اومدن یه مرکزی درست کردن یه رشته ای نمیدونم بین طب قدیم و طب جدید حالا تا ببینیم که آیا نتایجش درسته یا نه وقت صدوق هزار سال قبل می نویسه میگه این احادیث پایه نداره صدوق خودش اخباریه ولی آدم عاقلیه میگه این احادیث پایه‌ای نداره اولا گاهی ائمه خودشونو گفتن گاه این حرفایی بوده که عمومی توی اطراف میگفتن ائمه گفتن یعنی واقعا به عنوان دین تلقی نمیکنه شیخ صدوق اینا رو یک بحث خاصی دو صفحه داره آخر اعتقاداتش و به جد اینا رو پنبهشو میزنه ولی شما ببینید هزار ساله که این حرف ها به اسم دین بوده و بنابراین به حال اگر قرار بشه که یک کسی بشینه اینا رو یه میزانی بگذره و بسنجه درسته یا نه خب ولی همیشه صدوق راهنمای ما نیست همیشه یه طبقات پایین از قشری که دین به مردم میده اونها با این معارف چجوری برخورد میکنند و وقتی مردم عقایدشون و افکارشون رو پای منبر میگیرن نه تو مدرسه در واقع مجبورن این حرف رو قبول بکنن بالاتر از این عرض کردم امروز که ما اینجا نشستیم بسیاری از آدمایی که اهل دانش و فهم هستن این کتاب رو تو خونه هاشون دارن و استفاده میکنن و هیچ وقت یه پرسش جدی ندارن که اینها درسته یا درست نیست میگه اما چون مرد در عقل تنگ خود نگه کند و آن چه بدون نرسد یا نبیند پندارد که ای خود نیست و قرآن را رد میکند میگه یک اینجور نیست که تو فکر بکنی به هر حال یک چیزی تو دایره عقل تنگ تو و محدود تو جا نمیگیره و وای میسی میگه که این قرآن حالا منظورش چیه؟ منظورش دیوه سه تا پدیده رو مطرح میکنه داستانای مربوط به جن داستانه مربوط به دیو و داستانی مربوط به قول هر سه تا در واقع حالا به چه بعضیش که اصلا مال ما ایرانیاس یا مال هندیاس جنم که قرآن اشاره کرده ولی قرآن هیچ تصریحی نداره که من شما زندگیمون با جن چه ارتباطی داره با پیغمبر و مؤمن شده و مسلمان شده و رفته اینکه الان من اینجا بشینم فکر بکنم مثلا یه جن دیدم الان وایس داره از قضای من میخوره این داستانا که یادتونه که اصلا زندگی میکردیم باش داستانا یکی یک نقل میکنه و میگه شما حق ندارید که اینها رو باش برخورد بکنید و مقابله بکنید حالا نمونه رو ارز کنم که توی بحث ها اشاره میکنم قبل از اینکه وارد بحث بشه یه حسن زنی از خودش نشون میده که این برای ما خیلی خوبه میگه اطلاعاتی که من توی این کتاب میارم چند دست است بعضی آن است که اون را شاهدی نباید و ظاهر است میگه قطعیه هیچ نیاز به شاهدم ندارید یه سری اطلاعات امینه دو بعضی آن است کی به برهان حاجت افتاد و به روزگار دراز حاصل توان کردند چنان که های روم و آندولوس خب میگه این برهان میخواد و زمان میبره که من ثابت بکنم واقعا این تلسماتی که میگن رومیا داشتن و ارز کنم که در آندولوس بوده درسته یا نه سه بعضی آن است کی قرآن بدون ناطق است یا محسوس است میگه برای هر کدوم یه علامت میذارم اونو میذارم زا یعنی ظاهر اون رو میذارم بعید یعنی نمیتونم قبول بکنم الان بحث بعدی رو میذارم صدق اونی که قرآن گفته بعضی از شگفتی بود که ذکر اون متواتر بود در کتب ها میگه یه چیز شگفتیه ولی همه گفتند بعدا هم داره میگه من از کتابای معتبر نقل میکنم ما نمیدونیم کتابای معتبر چیه که خود اون البته بحث مهمیه کتابای معتبر مال یونانیاست اونی که حکما گفتند اونی که منجمین گفتند، گاهی هم میگه که اینها دلیل ندارند. خب ولی شگفته ولی معروفه بعضی از عجایب که شنیدم از سیاهان و بر اون برهانی ندیدم قاطع و توان گفتن که ای دروغ است میگه اینا رو جلمه شبه کنارش میگذارم پس خیلی برای ما جالبه یعنی ما اگه این سیستم فکر رو تا آخر داشته باشیم و این زمینه فکر رو داشته باشیم خیلی مهمه میگه البته بهتون بگم ممکنه به من بگید چرا این مزخرفات رو میاری که از سیاه نقل میکنن و جهان دیده دروغ معمولا زیاد میگه میگه ما نمیتونیم انکار بکنیم ببینید این یه نکته است انکار کردن کار درستی نیست ما چه میدونیم شاید اتفاق افتاده بنابراین شما تحمل بکنید بنده یه مش معارفی که عجایب و غرایبه برای شما میگم حق انکار کردنش هم ندارم تاثیرش هم تو ذهن شما میگذاره و شما بایستین به عنوان معلومات و به عنوان داده های علمی که من بهتون میگم اجالتا داشته باشید میگه زیرا که انکار کردن خصلتی شوم است آدم حق نداره که یک چیزی ولو مشهور انکار بکنه پس شما انتظار داشته باشید که من توی این کتاب این حرفا رو عرض کنم که بیارم و ببینم خب حالا نمونه ها روایت داریم از کعب الاحبار و روایت داریم از عبدالله ابن عباس که قرص و محکم بهتون بگم این روایات هیچ پایه‌ای از صحت ندارد و اینا رو علمای حدیث قرنهاست پنبهش رو زدن به عنوان اسرائیلیات یعنی جهانشناسی یهودی کامل توی ما حلول کرده و جهانشناسی یهودی هم مثل یک مرحله‌ای که ما داریم اطلاعات یونانی رو گرفتیم اونها هم به همین شکل تحت تأثیر یه مش اطلاعات حکمی قدیمی هستند که نفوذ کرده توی خود تورات نفوذ کرده توی تلمود و نفوذ کرده توی داستانای یهود و اینها به عنوان احادیث دینی بین ما اومده تو ما هم اومده تو سنی اومده فرق نمیکنه ولی ما معمولا از گرفتیم و چون اونا به حال مدارس دستشون بوده و وضع عراق و شام و اینها دستشون بوده بعد نمونه نقل میکنه و میگه که وضعیت عالم رو اشاره میکنه که به هر حال خداوند بخشایی از این عالم رو تو صورت گاو به اصطلاح یعنی به شکل گاو در برده یک بخشش به صورت کرکس یک بخشش نمیدونم به صورت چیه و در نهایت میگه که البته بهتون بگم این حکما گاهی این حرفا رو قبول ندارند ولی شما خیلی عقل این حکما رو باور نکنید اینها عرض کنم که اعتقاد درست درمونی ندارند به حدیث و به این دلیل و بدون که جماعت که خود را از جمله حکما می شمارند از این معانی هیچ قبول نکنند و قیاس بر عقل کنند و گویند جانهای اولینان و آخرینان در سوری چون گنجد چطور ممکنه جهان تو صورت گاغ باشه توی صورت مثلا کرکس باشه یا چی باشه حالا اینه یه تصورای اخلاقی از عالم ها یادتون باشه که تو نجوم هم همینطوره تو نجوم بسیاری از بحثایی که توی قرون قدیم هست شکل زندگی آدمیه یعنی جدایی از این که حالا افلاک گاهی شکل دو بحث کردارن اکبر دارن چی دارن اصلا بحث خوابگرد ها که حالا دیدید اون کتاب کوسلر رو و تأثیری که اصلا نجوم تو زندگی بشر داشت از قدیم و ندیم یه آینه بود برای زندگی بشر و اینا مجموعی از این معارف همه اومده توی دم دست مسلمون ها و حالا گایشم صورت ارز کنم که حدیث پیدا کرده در خبر است که این ملک الموت استاده است و پیش وی درختی به عدد هر جانوری بران برگی بر هر یکی نام شخصی نوشته هر که برگ زرد گردد هربه ای دارد بران زند برگ فرو افتد مرد جان داد. میگه اما این حرفا رو زنادقی قبول ندارن معلوم میشه به تو عالم اسلام کسایی بودن که باور نمیکردن این حرف که عالم ملک الموت مثلا اسرائیل یه درختیه با هر کسی مثل اینکه یه ستاره تو آسمون داره یا یه برگ به یه درختی داره این مقدار گفته آمد و زنادقه بدین ایمان ندارند و ما به حکم اون که قرآن بدون ناطق است کجا قرآن به اون ناطق است تو از قول یه حدیث داری نقل میکنی که اصلا نمیدونیم این حدیث ارز کنم چی گفته کجاش درستی یا نه و قرآن امام اهل اسلام است جون بدون اعت... جز بدون اعتماد نکنیم و تابع قرآن نباشیم دوباره بعد میاد بحث سر عقاویل حکما و میگه من حرفای حکما رو میگم ولی ته دلم بهش اعتقاد ندارم بهتون بگم اینها رو به صرف اینکه گفتن من میارم چون دلم میخواست یه کتابی داشته باشم که اطلاعات جامعی داشته باشد و به قول خودش جام گیتی نما باشه میگه این بحثا رو به این جهت میارم این مقدار گفته آمد از مذهب اهل حدیث به اختصار و ما یاد کنیم اقاویل حکما سلف در ملائکه مواضع ایشان تا بیخبر نباشی در این حد ولی بیشتر از این نیست حالا میاد راجب آسمان ها ببینید ما این مشکلی که الان هم داریم شما فکر کنید بعد از هزار سال ما حل کردیم ما همچنان الان بحث اینه که به حال رابطه دین و علم چه جوریه حالا توی علوم طبیعی و پزشکی و اینها قادر نیستن یه ای که اونجا بیان حالا چیزی به عنوان طب سنتی آوردن و دارن به زور اینها رو عرض کنم که تلقیم میکنن اشکال نداره طول علوم انسانی خیلی عرض کنم بسته تر و واقعا با عرض کنم که یه نگاه شگفتری دارن وارد میشن در حالی که مبانیش روشن نیست یعنی ما واقعا نمیدونیم شناختی پدیده مثل جامعه حالا اونجوری که ابن خلدون شناخته چقدر بایستی ما اطراف این یه نگاه دینی لزوما داشته باشیم آدم نباید حراسی داشته باشه که حالا یک کسی متهمش میکنه یا متهمش نمیکنه نباید یه عشق بی هم داشته باشه که یه مجموعه رو بیشتر از حدی که هست نشون بده و یه انتظار ماورایی داشته باشه میتونه به هر حال هر کجا که لازمه خطوطش رو تبیین بکنه و عرض کنم که اون مسیر رو بره اونجایش هم که بایستی با بدون پیش فرض بره برای اینکه درست بشناسه و سر از و در میاره بدون که مذهب اهل سنت آن است کی قطب ها و افلاک و اجرام عالی از بحر فنا آفرید و باقی جز آفریدگار نیست و مذهب دهریان آنش است که ملائکه و افلاک باقی هند. خب حالا اینجا باز بحث فناست بحث اینه که دنیا نمیمونه خب این یک چیزی سالا فلسفه بگیم دهریان میگن این جهان باقیه تازه اون وقتش هم فلسفه اسلامی اومدن اون حرفا رو زدن و عرض کنم که گفتن گویند بر کوه قاف ملکی است سرویمانند گردن دراز دارد بعد یکی یکی شروع میکنه تو افلاک این حرفار زدن اینا رو به عنوان دین نمیگه و یادتون باشه من الان این حرفا رو زدم بسیار از حرفای یونانی ها به عنوان حرف حکما میاد یعنی اون طرف مشکل ما بدتر از این وره بدتر از این وره این که عرض کردم ما هیئت بطلمیوسی داریم یا اصلا به اصطلاح جهان شناسی عرستویی داریم یعنی ما توی جوهر عرست هنوز موندیم هنوز تو جوهر عرز موندیم یعنی اونم همین بحثه که ما در واقع یه های فکری رو تو بعضی از بخش‌ها یا توی اغلب بخش‌ها گرفتیم و اون چیزی که قفل زده به دستفای ما و اجازه تحرک به ما نداده و ما موندیم نتونستیم واقعا یه دو چرخه درست بکنیم یعنی یه دو چرخه ناقابلا بایستی از اون ور دنیا برمی‌داشتیم بدیم موندیم اصلا همینطور نگاه می‌کردیم این اواخر یه سفرنامه که مکهای ای رو من چاپ میکردم از یک روحانی بسیار متدین و چیز فهم سال 1315 یعنی میشه تقریبا 1275 شمسی حدودا این از اصفهان راه افتاده و رفته مشهد از وسط کویر هم رفته بعد از مشهد راه افتاده اومده ارز کنم که قوچان و رفته اشقاباد و رفته لب دریا همین جایی که الان میگم ترکمن باشی اون وقت وارد این سرزمین روسا که شده قطار دیده ماشین دیده اسب آهنی دیده به قول خودش دو چرخه دیده اصلا تمام این فکرش سقوط کرده و همینطور مونده که این تغییرات و این تفاوتی که بین ما و اینا هست چیه اون وقت حالا از این گذشته وارد کشتی شده اصلا این دنیای جدید کشتیرانی که مثلا کنار این همه آدمی که سوار شده فرض کنید 500 تا توی کشتی سوار کردن مثلا 5000 نمیدونم کیسه برنجم گذاشتن جر ها دارن کار میکنن اینا مال تقریبا اصلا شما وقتی حسشم منتقل کرده من واقعا خیلی خوشحال بودم که این لاقل این تفاوت فهمیده و درک کرده که به چه روزی افتاده و همین آدم سوار شطور و اسب و الاغ بوده از وسط کویر یعنی از ناین به سمت سبزوار و مصیبت کشیده و بیچارگی هایی تحمل کرده اون وقت اومده اینجا تو قطار نشسته سرعت قطار رو میگه اصلا بیرون نمیتونه ببینه از تو تونل ها رد شده اصلا تعجب میکنه که این چیه گاهی وحشت میگیره گای تا میرسه استانبول که میبینه اصلا اونجا دنیای دیگریه و اصلا زمین و زمان با هم اون وقت مرتب از خودش سوال میکنه میگه اون جامعه ما بهتره یا اینجا بهتره گاهی تعریف میکنه از اونها میگه این خیلی خوبه اینا و بعد, بعد میگه البته همون کشور خودمون خوبه که نجس و پاکی رعایت میشه و آدم میتونه دور کت نمازش رو خالصا لوجه الله بخونه خب فکر نمیکنه که خب تو میتونی اونو داشته باشی اینم داشته باشی و این پرسش رو از خودت بکن که چرا در واقع توی اون نقطه قرار گرفتی و چرا این تکون رو نخوردی و امروز اینجا عرض کنم که اصلش گاهی هم دلش خوش میکنه به این حرفای بی ربطی که میزنن و اینا همشون فاسدن اینا همشون فلانن اینا همشون عرومزادن یعنی با این چیزها دل خودش رو خوش میکنه و دوباره این بد میفته تو مصیبت چون از راه عراق برمیگرده وسط عرب های بدوی این روزگارش سیاه میشه تا از مدینه برگرده به نجف برسه از وسط این بیابان برهود گرفتاری آدم های که هیچ نشانی از هیچ چیزی وجود نداره این که عرض کردم فقط بحث دینی نیست بحث سیطری حرفای حکما هم هست بحث اینه که میگه من از کتاب سوبر الافلاک نقل میکنم من از کتاب بابل نقل میکنم این اتفاقا تعبیر خیلی عجیب است نمیدونم جای دیگه هم هست یا نه یعنی به اصطلاح ستاره شناسی بابلی هنوز هست من اگه نمونه رو بخوام نقل بکنم به جایی نمیرسیم حکما منجمان طب... بعد میگه بعض حرف هم مال قصه حواستون باشه که یه مش از این حرف های جان شناسی رو قصه گویان میگند و بعضی از قصه گویان مقلده گویند آسمان اول از زر آفرید دویوم از سیم آسمان اول رو سیوم از یاقوت و میشمارند از این جنس و بعد قضاوت میکنه که اینها درست نیست باز گرفتار حرفای کابل احبار و حرفای ارز کنم عبدال... ابن عباس که نمونه رو نقل میکنه به عنوان بحثای دینی یه <تصفح> بحث تو نجوم همیشه بود و اینان نتونستن از گیر این بحث نجات پیدا کنن تو پزشکیم بود تو بحث نجوم بود که خدا چقدر تاثیر داره و افلاک چقدر تاثیر داره یعنی بحث احکام نجومی بود بحث صد و نحس ایام بود بحث این بود که به حال قمر در اقرب هست یا نیست الان من باید چه کار بکنم الان برای معامله خوبه الان برای ازدواج خوبه الان برای تجارت خوبه الان برای نمیدونم خوابیدن و استراحت خوبه یعنی اینقدر کتاب داریم شما این اختیار رو بزنید توی متون خطی ما هزاران جزوه داریم ما که بحث اینه که ایام اینجوری بعد بحث این بود که این به هر حال قالب بایستی بمونه یعنی شما وقتی این نجوم رو وصل کردی به زندگی خودت این نجوم نمیتونه تغییر بکنه شما سالها وقتی قمر در عقرب بوده لباس نو نپوشیدی نمیتونی الان بگی که این نجوم تغییر کرده یعنی وقتی حرفای مثلا فرض کنید کوپرنیک اومده گالیله اومده دیگران اومده تا دو قرن سه قرن توی ایران اشاره‌ای هم بهش نمیشه اصلا اشاره ای هم بهش نیست خب خود غرب هم تا قرن 17 هم هنوز اینا رو به رسمیت نمیشناخت و خب راشد رو جدا کرده بود کلیسا یه مقداری با عرض کنم که لایت و لاله پیش میرفت تا ببینه چی میشه ولی شما توی بحث نجوم که پایه مهمه در واقع پیشرفت بود حالا هم به لحاظ هندسی هم به لحاظ ریاضی و هم به لحاظ سرنوشتی که به هر حال این کره خاکی ما و مسائلی که حالا امروز شما میبینید این گیر این بود که این با زندگی اخلاقی ما و زندگی دینی ما البته همه متدینین اینجوری نبودند تا این اواخر یعنی حتی تو دوره صفوی رساله نجومی و مدتی پیش چاپ کردم بسیار از اونم گفتن ما اصلا کاری به این حرفا نداریم ولی اونایی که دین عمومی مردم دستشون بود به این حرفا وفادار بودند الان هم خونه آقا می زنگ میزنن میپرسن الان خوبه برای این کار یا نه یعنی حتی الان اینجوریه خب حالا البته دیگه جدا شده رفته دانشگاه ما ولی هست اون وقت این اشکال رو متدینین هم داشتن یه دی مخالف این احکام نجومی بودن میگفتن خدا فقط موثره در عالمه اینجوری نیست که دو تا ستاره رو به رو هم قرار بگیرن ما مشکل پیدا بکنیم یه دی دیگه میگفتن نه خدا این رو اینجوری مرتبش کرده که به حال اصلش ساخته خداست تاثیر لله ولی این نظام رو ساخته برای اینکه ما زندگیمون رو مطابق این و اصلا این شده بود یک بازیچه که کردم یعنی یه بخش مهمی از معارف ما بود حالا حتما شما این کتاب خوابگردها رو بخونید اصلا کاری به ما ندارید این مشکل تمام آدم هاست. تو دنیا از قدیم تا حالا که نگاه به آسمون که میکردن زندگی خودشونو رو بایستی شما به هر حال همین شعباس میخواست حمله کنه خراسان رو بگیره از دست عزبکات منجم باشی داره میرزا جلال کیف پس؟ نمی‌دونم نمیدونم اصولابش رو درست میکرد نمی‌دونم تلسماتش رو را میانداخت منویلش که ببینه همین حالا عباس آدم زرنگی بود اوزا اول نگاه میکرد زمین که حمله میکرد میرفت هرچون داد زد که الان وقتش نیست گفت نه اتفاقا الان وقتشه که بایستی رفت ولی خیلی وقت هم تحت تاثیر این حرف بود یعنی زندگی حتی خصوصی اینا ما هنوز تاثیر نجوم رو تو سیاست کار نکردیم. یعنی ما علم سیاستمون اون چیزی که علم میدونیم اگه واقعا علم میدونیم سیاست رو چه حجمی از این علم تحت تاثیر نجومه یعنی چه مقدار تصمیم گیری های سیاسی ما و فهم ما از اینه بوده در ترکستان هم هستن کسانی که مشتری را معبود میگویند کسانی هم گویند زهره معشوقه آفتاب است و از وی جدا نگردد میگه و از این جنس خرافات گویند و از آفریدگار میخواهیم که ما را این خزلان نگه دارد یعنی این حرفای خرافی ده. اگه حدیث بود قبول می‌کرد یعنی به همین شکل ولی این حرفا رو چون ترکستان گفته و اونا مشرکان قبول نداره داستان یه حکیمی رو میگه داستان آدمای عجیب و غریب رو میگه چه زمان حضرت موسی رو درک کرده یک کلمه این کار نمیکنه میگه رفته پیشش موسی رو دیده زمان معمون میگه فرستاد موسی رو دیده عیسی رو دیده پیغمبر رو دیده اصحاب پیغمبر رو دیده تا رسیده به زمان معمون و میگه معمون فرستاد دنبالش و اخبار گرفت یک کلمه هم حرفی نمیزنه در حدود ترک و کشمیر دو کوه هست بر یکی بت نهاده اون را خنگ بت خوانند یا خنگ بت و بر کوهی دیگر بتی نهاده اون را سرخ بت خوانند هرگاه آفتاب فرو رود بگریند و چون آفتاب برایت بخندند بعد میگه که اگر این حکایت قریب است و در صحت آن نظر است از قدرت آفریدگار عجب نیست چه در آفتاب از این عجایب‌ها ها بیافریند یعنی ببینید شما با این داستان و با این فهم یه آدم نویسنده که حالا کلمه خرافه رو میشناسه کلمه عقل رو بهش توجه داره دیدید معلومات رو دسته‌بندی کرد نشون داد به شما که کدومش درسته کدومش نادرسته اینو یه حرف دیگه اینا میزنند گاهی میگن بعضی از علوم اصلا مال انبیاس ببینید یک بحثی ما داریم دین رو خدا میده اینو یعنی ما تردید نداریم به هر حال قیامت و توحید و مجموعش سرنوشتی که برای ما تعیین کرده میگه اما علوم طبیعی چی این معارف رو حتما بایستی از وحی باشد از عجایب روزگار اینه که شیخ مفید با این عقل و درایتش همین حرف رو میزنه میگه تمام علوم بایستی از طرف خدا باشه و کاری به ما نداره اینا رو خدا بعد میدونید میگردن یه نمونه های عجیبی پیدا میکنن مثلا ادریس نبی ادریس نبی معلوم شد به چه روزی افتاد گرفتار افلاک شد منجم شد بعد دویست هزار شاگرد داشت و بعد هر حرفی رو میخواند به کرسی بنشونن میگن این رو عرض کنم که ادریس نبی گفته و این بانی علم نجومه حالا ببینید شما وقتی این تصور رو میکنید در کشتی سازی مال نوحه نمیدونم خیاطی مال کدوم پیغمبر یعنی حرفای عجیب و غریبی توی این کتابای چند دانشی ما میزنن اصلا فکرش نمیکنن که حالا این همه خیاط هست تو دنیا این همه هنرمند هست این همه کشتیرانی تو دنیا بوده و بشر همه جا زیر پاش میگذاشته حالا مگه ولی دلشون میخواد یک چیزی رو به آدم وقتی دیندار میشه حس میکنه یعنی این اصلا یه حسیه که توی دین هست میگه تمام زندگیش رو میخواد ببره توی این قالب حالا خدا هم ازش خواسته یا نخواسته این یعنی یک چیزیه که بایستی و مرتب میخواد خودش نشون بده که خیلی متدینه خب این کار خوبیه اما واقعا وقتی خداوند 750 مورد مشتقات علم رو به کار برده برهان و استدلال رو به کار برده یه چنین چیزی از آدم میخواسته پیش از آن که وی را رفت کردن به افلاک ادریسی مشکلی براش پیش اومد نمیدونم با یه نفرینی کرد کسی به کسی و اذیت شد و بعد یک فرشته واسطه شد و بردنش رو افلاک پیش از آن که وی را رفت کردن به افلاک کتاب علم نجوم وی را کتاب علم نجوم وی را دادند دویس هزار مرد شاگرد داشت و علم افلاک و نجوم از وی آموختند بعضی از صفت کواکب و افلاک از ایشان نقل کنند که این را نسبت میدن اصلا این شیوه اخباری یه یهودیه میدونید اینا به اسم دین باعثی تمام دنیا رو تبیه میکردن برای شما برای هر چیزی بایستی بسازند کهنم که میشه ای درستر میشه ای تر میشه و همه اینا تبدیل میشه به یه چارچوبی که دیگه نمیگذاره این ذهن ارز کنم که حرکت بکنه این پزشکیاش که دیگه اگه بخونید چون ماه زیادت می شود در امتلاع مغزهای حبوب مغزهای حبوب زیادت می گردد و آب فش و خون در رگها می افزاید خب حالا یه چیزایی مثل جزر و مد متوجه شده ولی همینطور دائم بین سلامتی شما و آسمان و زمین یک ارتباطی برقرار میکنه بدان که کاری کواکب مختصر نیست و علم آن چیزی نیست که آن را منکر توان بودن این حرف حرف مهم میزنه اینکه من دوستی جام جای کردم که این آدم دوچار واقعا یه جور اختشاش فکریه از یه طرف میفهمه که علم علمه و حکمای های زدن که بایستی بهش تحمل بکنه از یک طرف هم تو چارچوبه قبلی خودش مونده اینجا به خصوص وقتی با کسانی مواجه میشه که میگن علم نجوم همش کفره مقابله میکنه میگه به هر حال ببینید علم علمه نمیتونی همه چی بکنی نمیتونی همشو بگذاری گردن کفر و بگی که به هر حال او من اتفاقا عبارتی که از اینجا انتخاب کردم و اولین این مقاله آورده بودم اینه از این اشکال حکایات گویند اشکال فلکی که تاثیر زندگی داره و اهل فلسفه بدان خندند میگه این از این حرفا رو قبول نمی کنن. و قبول نکنن آه عذر میخوام راجب دیو و جن و پری میگه و گویند که دیو لطیف باشد و آدمی کثیف نتوان دیدن. و بدون ماند که انکار کنن به رویت ملائکه میگه این فلاسفه بیدینن ملائکه هم میگن نمیشه دید مادام که دیو را نتوان دیدن ملائکه لطیفترن از دیو و این انکار سر به کفر دارد این یه عبارتشه اینجا یه عبارت دیگه میگه اگر کسی منکر بشه که نجوم علمه داره اشتباه میکنه بدان که کار کواکب مختصر نیست و علم اون چیزی نیست کی آن را منکر توان بودن یعنی بالاخره میفهمه که یه اطلاعاتی هست اما این اطلاعات چجوری باید تجزیه و تحلیل بشه نمیدونیم بعد مسخره میکنه این نمونهاش با اینکه میدونم وقت گیره خیلی قشنگه راجع به زحل و زهره و مریخ و مشتری اینا صحبت میکنن میگه میگن اولی طبیعتش نحسه زحل و سرد دومی رطب و ترابنگیزه زهره که تو شعر فارسی هم دیدید سومی که مریخ قتال و حروب جنگ به اصطلاح برانگیزه چهارمی علم افزا و سکونده مشتری ما گوییم این معانی آفریدگار داند و این حکم کردن مسلم نیست بعد مثال میزنه میگه یک درویش برهنی فقیر در سرمات چنان بر خود میلرزد که زحل از آن در شگفت ماند میگه تو میگه اون چیز سرده میگه بیا ببین یه بدبختی از تو سرما چجوری میلرزه تو اومدی این رو با او بعدم میگه آقا کی رفته بالا نگاه بکنه که ببینه این طبیعتش نمیدونه ولی این حرف مسلط بوده این اصلا ادبیات علمی ماست که حالا این بنده خدا این کار میکنه میگه میگن زهره ترونگیزه میگه همین درویش را جامع دهند و دیناری چند بخشند اینقدر طرف توی وجودش میاد که دیگه نمیدونه چیکار بکنه بعد شما برگشتید میگید که زهره مثلا ترونگیزه در این حال میگه که من این حرفا رو میارم و چون روا دارند که این چنین خرافات گویند تا کوکبی را به پیری مانند کنند میگن این ستاره پیره اون جوان این زن اون مرد این که کردم اون ادبیات نجومی قدیم اینا رو تا این حد مسخره میکنه ببینید تمدن اسلامی تا این حد پیش رفته اما همینه یعنی ما تو تاریخ علممون اینا متنایی که داریم پیدا کنن ببینیم مثلا پیشرفته تر از این بودیم یا نه اینا که خیلی میخوان از خودمون ستایش کنند ما تا خودمون رو نشناسیم آسیبای خودمون رو ندونیم که امکان این که تغییر بکنیم نداره اما آنچه چی گویت است بر صورت فلان مسلم نداریم که بر فلک صورت امر و پیر نبود و اون چی بر طریق تقریب گویند نه به تحقیق فرق بین تقریب و تحقیق هم آقای زلاتان روشن میکنه برای ما ببینید دقیقا تو این کتاب ما میتونیم اصطلاحات علمی رو اصلا کامل در بیاریم یعنی یه فرهنگی از علم رو باز نمونه های دیگری رو اشاره میکنه عجب دارم از عقل حکیمی که این مقدار نداند که گفتن که در کتابی آوردن از پس جدی ستاره جدی پیریس جامعه کهن پوشیده میگه عجب دارم از عقل حکیمی که این مقدار نداند کسی به چه طریق معلوم شد وی را که جامعه کهنه است یا نو گفت تازه جامعه نو هم داره حالا لباس پوشیده هیچ تازه و آن چه گوید عصا در دست اسوارات چون دید کی وی در دست دارد و بدین عصا کرا میزند خب عصا برای زدن وقتی این داره کی میزنه این نمونه ها رو باز اشاره میکنه گفتن یه برجی نره یکی ماده است میگه اینا همش مجازه و هیچ کدامش حقیقت نیست و اینها جزافات که بخونید خرافات منجمانه باز درباره باران و اینها بحث میکنه که اینا رو خدا میفرسته یا اینا سیستم عالمه که به هر حال درست شده این مقدار عجایب نهرها و چشمه ها گفته آمد از گفتار حکما و اون چه شنیده ایم و در کتاب ها یافته ایم هر چند کی, ما را بر این برهانی قاطع نبود آوردیم اون چه یافتیم نقل کردیم و بدان که اهل سنت برانند که ای آفریدگار زمین را از کف دریا آفرید چه ربطی به و کوها از موج آب و منجمد میشد و کوها میگشت و اصل زمین از حجر است اون گهتین شد یک اطلاعات اینجوری رو ارز کنم باز دنبال کرده جزئیاتش رو من نمیخونم اطلاعاتی داره راجب جواهر و انگشترها که این خاتمهایی که هست و این جواهرات این از کجا اومده باز یه تعدادی از اینا رو میگه که مربوط میشه به حیوانات و این چیزها و شروع میکنه به تمسخر که ما این چند خاتم یاد کردیم اگرچه عقل قابل این نباشد که ای صورتی کردن و خروسی بر سر وی هیچ معنا ندارد و از هیچ وجهی فایدتی نمی بینم در آن اما به حکم اون که حکما را عالم تر از خود میدانیم استخفاف به قول ایشان روا ندیدیم این داشته باشید این رو که ما توی این تمدنمون تابع حرف قدیمیاییم یعنی چی گفتن ما گال رازبی بیکن میگن که اصلا شروع کار از شمردن دندونای اسب شروع شد و اینکه به حال چی شد که تمدن جدید شکل گرفت گفت و آقا پاشید برید بشمرید ای میگید بغرات اینو گفت نمیدونم ارسطو گفت سی تا اون گفت سی تا است این 34 تا است نمونه های اینجوری که داریم میبینیم استخفاف به قول ایشان روا ندیدیم و چنان چی گفته بودند و نبشته ایراد کردیم راجب جغرافی همین اطلاعات هست که راجب شهرها عجایب و قرایب میگن بدون اینکه دقتی داشته باشن من راجب احکام نجومی که اون وقت زیاد تاکید کردم یه عالمی رو مخصوصا جملهش آوردم مولا خلیل قزوینی که آدم دانشمند و دو دوره صفوی بود یک عبارتی ازش نقل شده که کل این حرفا رو مسخره میکنه میگه من اغلب اوقات لباس جدید را در ساعت عقرب میپوشم و هرگز به این سبب آفتی به من نرسیده است میگه تمام اونا رو خلافش عمل کردم اگر در اول سال تقویمی از تقویم های منجمان بردارم و هر حکمی که او در هر باب نوشته است نقیز اون حکم را بنویسم و در آخر سال ملاحظه نمایند البته احکام تقویم من بیشتر به صحت پیوسته است تا اونها این آدم بسیار فهمیده ایه و ارز کنم که جالبه یه نمونم مثل این ختم عالمه خود این نویسنده مثال میزنه میگه از عهد اسکندر گفتن که در سال مثلا 320 چند دنیا همه جا رو آب میگیره میگه حالا زمان ماست 600 خورده می... بله میگه از اتفاق اون سال و دو سه سال قبلش یک قطره آب از آسمان نیامد و اصلا به طور کل همه چیز خلافش اتفاق افتاد این نمونه رو هم و آب دزلی کم شد و زمین بابل که قطب عراق است خشکی دستن و این هم که داره باز پزشکی رو که کفر میدونه نمونه هایی داره و باز بحث دیو رو مطرح میکنه که میگه توجه داشته باشید بعض اینا بر طریق مسئله بعضیش راسته و اینکه بودند متکلمینی که با استهزا میگه برخورد میکردن با این حرف خودش میگه و میگفتن اینا خیالات و سودا هست درباره دیو میگه که دیو درسته اما اون قصه رستم میگه درست نیست که رفته ارز کنم که کیکاووس رو نجات بده اونجا میگه این درست نیست اما اون گویان گویند دیو سپید کیکاووس را بگرفت و لشکر وی را کور کرد و رستم زال بیامد و دیو سپید را بکشت دروغ است کی کس هست... کی کس دیو را نتواند کشت این اصلا محاله که اون قصه ولی اینکه اصلش هستن ولی سیاه بوده باز این نمونه هست من آخر خاتمه آوردم که نوشتم حقیقتش میدونم خیلی دیره و نه ولی این شعر رو من توی تاریخ بغداد ابن دوبیسی درست زمان تعلیف همین کتاب دیدم که خیلی واقعا من رو لرزوند به خودم ابن دوبیسی که خود شرحال نویسه و کتابش زیل تاریخ بغداد بسیار کتاب مهم است و آدم سنگی نیست میگه در مدائن در خانه قاضی ابو منصور عبدالحمید ابن محمد معروف به ابن خطیب بودم این شعر رو از شعرهاش خون که ال علم یرفع من کان متزعا علم کسی رو که پایینه بالا میبره من کان قبله فتراه و زائد الحالی کسی قبل پایین بود امروز میبینی که چقدر موقعیتش رفته بالا ان النصارا میگه تو جامعه ما نصرانی ها اونو به طب بفهم رفتن سراغ پزشکی و مورد اطاعت همه قرار گرفتند تو ان اوامرهم من غیر اهمالی میگه توی سرزمین دنیای اسلام تو تندان اسلامی پزشکی رفت در اختیار نصرانی ها و شدن حاکم مردم و بعدش وحتم قوم به علم نقد من میخونم اقتصاد میگه یه دی رفتن دنبال علم نقد کیان یهودیا فرتفعو رفتن بالا و هم یهودون و ازو بعد ازلالی و عزت پیدا کردن بعد از اینکه ذلیل بودند فهاولائه یعنی یهود و نصارا تو جامعه ما و ان کانو زوی اگر چه پایین هستند فل علم حکم هم فی نفس و علم اینها رو در جان مال مردم حاکم کرده و مسلط کرده این وضعیت قرن ششم ماست یه شاعری که به حال نشون میده که علم واقعا چه تأثیری داره و چه وضعیتی وجود داشته